سلام، سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت یک بعد از ظهر ابری و بارانی واشنگتن با شما عزیزان خواهم بود در این شماره از تفسیر خبر. چون شماره های پیشین این برنامه میپردازیم به آخرین خبرها در عرصه داخلی ایران و آنچه که مربوط به ایران و مردم ایران می شود در عرصه منطقه‌ای و بین المللی. گران شدن نان در ایران به میزان 40%، هجوم تازه بسیجی ها به بانوان ایران این بار در جهرم، و نوزادان معتاد در ایران، برای آنها دولت یک آسایشگاه ویژه می سازد. نوزادانی که معتاد به دنیا می آیند. از دستاوردهای انقلاب اسلامی و حاکمیت روحانیت شیعه بر ایران و خبرهای دیگر در همین زمینه. با من و شما هستند در برنامه آقای دکتر عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر سیاسی در استودیو لندن، و آقای فریار اسدیان، تحلیلگر سیاسی در آلمان. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای دوشوکی سلام به شما. منم خدمت شما و مهمان گرامی و همچنین بینندگان و شنوندگان خوب تلویزیون سلام عرض میکنم. آقای فریار صالحی نخستین بار نیست با ما هستن، بار دوم هست و امیدواریم در برنامه های آینده نیز همچنان با من و شما باشن. تحلیلگر سیاسی در آلمان، نوشته هایشون در وبسایت های مختلف منتشر شده و همینطور از ایشون در زمینه‌های مختلف شاهد سخنرانی‌های نیز بوده ایم. سلام به شما آقای اسدیان عزیز. درود می‌فرستم خدمت شما آقای چالنگی، همچنین به آقای دوشوکی و بینندگانتون. آقای دوشوکی عزیز، بزنین از مهمترین موضوع شروع کنیم. سفره مردم ایران، نان. دولت رسما سخن، یکی از سخنگویان دولت آقای روحانی گفتش که ولی نانواها میتونن از فردا پس فردا هر وقت بخوان دیگه 30% اضافه کنن. خب نانواها 40% اضافه کردن، اونا هم لابد گرفتاری هایی دارن. قضیه چیه؟ این آب و برقی که مجانی قرار بود بشه نشد و بقیه مسائلی که آقای خمینی گفته بود، نان 40% افزایش. بله، متاسفانه اون سخنان آقای خمینی که گفته بودن به این بسنده نکنید، کفایت نکنید که آب و برق را مجانی میگه. البته اون موقع مشکل نان که نبود، نان 1 قران 2 قران بود و چون نمیدونم مردم قیام کردن از جون خود من، ولی واقعیت اینه که الان جمهوری اسلامی که ادعا میکنه در سطح علمی جزو 10 کشور دنیاست و از نظر خودکفایی این تحریما کشور رو به مرز خودکفایی رسونده، نشون میده که همه اینها دروغه. و من واقعا به عنوان یک تحلیلگر وقتی جلوی تلویزیون میشینم ماتم میگیرم، نمیدونم چطور میشه اینو تحلیل کرد. کشوری که میگه این تحریما به نفع ماست و راهکار سیاسی رو که ما پیشه کردیم در عرض این 35 سال گذشته، بخصوص در راستای تقابل با غرب در رابطه با مسئله هسته‌ای و اینکه ما رو تحریم کردن، این تحریما ما رو از درون قوی تر میکنه. در نتیجه حداقل کاشت
گندم و مواد غذایی در جمهوری اسلامی که ربطی به تحریم‌های صنعتی و علمی و غیره دنیا نداره و اینها میتونستن از این نظر خودکفا باشن، در صورتی که ما میبینیم متاسفانه در عرض 35 سال گذشته هنوز خودکفا نشدن و به همین دلیل که مواد اولیه نظیر نان، برنج و غیره و شکر حتی هم ناچارن از خارج وارد کنند. خب به هر حال اینها مافیاهای قوی هستند در داخل کشور و به قول آقای احمدی نژاد برادران قاچاقچی که از تحریما سود میبرند و نتیجهش هم همینه. آیت الله مکارم شیرازی وقتی قند و شکر وارد میکنه از کشورهای دیگه مثل هندوستان و چین، خب حد اکثر سود رو میبره. اینهایی هم که گندم وارد میکنن خب برادران قاچاقچی هستند، علمای اعظام هستند که حد اکثر سود رو میبرن. به همین دلیل ما متاسفانه با حکومتی روبرو هستیم که اصرار داره این تحریما ادامه پیدا کنه و براش مهم نیست که واقعا نان مردم به این صورت گران بشه. من نمیدونم بالاخره این رژیم به کجا میخواد برسه و امیدوارم که مردم ایران یه روزی به این نتیجه برسن که اینها سرتاپاش دروغ بوده و نه تنها آب و برقشون مجانی نشد، نه تنها معنویاتشون هم مجانی نشد که جناب علی اشاره کردید که نوزادان معتاد دارن به دنیا میان. این کجاش معنوی؟ در نتیجه هم مادیات مردم از بین رفت هم معنویاتشون، اما از سوی دیگه فقها و برادران سپاه حد اکثر سود رو بردن. و شما الان تهران رو نگاه کنید، مقایسه کنید در با 35 سال پیش از نظر ساختمانی و غیره، شهرهای بزرگ بسیار بسیار رشد کردن و بیشتر این سودها به جیب کسایی رفته که این جمهوری اسلامی رو حمایت میکنن. شما گفتین امیدوارید روزی مردم ایران به این نتیجه برسن که وعده های آب و برق مجانی دروغ بوده، یعنی هنوز نرسیدن؟ بله، من مکس میکنم چون واقعیت اینه که از نظر تئوری ممکنه رسیده باشن، اما از نظر عملی بقیده من نرسیدن. وقتی حدود 60-70 درصد مردم میرن به شخصی رأی میدن که بخشی از این نظام بوده، کارنامه این نظام بوده، آقای روحانی، خب این نشون میده که مردم هنوز توهم دارن. شما در نظر بگیرید دو سه هفته پیش در بورسینو فاکیای کجاست، اون کشوری که آقای مورد علاقه احمدی نژاد بود، خب مردم اونجا انقلاب کردن، در جاهای دیگه مردم قیام کردن، اما در جمهوری اسلامی در ایران متاسفانه مردم هنوز در این توهم به سر میبرن که شاید بشه در چارچوب همین نظام بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کرد و سرگردان هستن در درون این نظام و بین گروه های مختلف و به اصطلاح جناهای اصلاح طلب و اصولگرا و غیره. وقتی مردم به این نتیجه برسن که نمیشه، واقعا این رژیم یک کارنامه کاملا شکست خورده ای داره، همان گونه که چند روز پیش آقای امیر انتظام این رو گفتن که این رژیم یک رژیم جنایتکار و قابل اصلاح نیست و مردم باید تکلیف خودشون رو روشن کنند. خب من قبل از اینکه پرسشم مطرح کنم، چون اشاره شد به نوزادان و معتاد، سوء تفاهم پیش نیاد برای بینندگان که احتمالاً آقای دوشوکی، من یا آقای اسدیان و کسان دیگه این خبر رو منتشر کردن. خیر، خبرگزاری فارس هست که میدونیم وابسته به سپاه پاسداران هست یا تشکیلات مربوطه دیگه حکومت فقیه، و رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران گفته، خانم فاطمه دانشور، متاسفانه برخی از نوزادانی متولد میشوند که به مواد مخدر اعتیاد دارند که برای درمان این نوزادان باید مراکز ترک اعتیاد همانند یک بیمارستان مجهز راه اندازی شود. خانم فاطمه دانشور، بعد منت هم سر مردم گذاشتن. بله، وظیفه دولت این هست که طبق قانون اساسی به رفاه مردم برسد، یعنی این هم بخشی از رفاهی است که ایجاد میکنه. آقای اسدیان عزیز بفرمایید. خب اشاره کردن آقای دوشوکی، شاید همونطور که حکومت ایران نیز میگه، مردم اعتقاد دارن تمام این سختی ها رو به جون میخرن، نان نه تنها 30-40 درصد بلکه 200 درصد هم گرون بشه، کمان که بسیاری از چیزا
چند صد درصد گرون شده، باز هم مردم رفتن در صف ایستادن خریدن. حکومت چرا حق نداشته باشه بگه بله اعتقاد دارن، تمام سختی ها رو هم تحمل میکنن، به خاطر اینکه ما نمایندگان الله بر زمین هستیم و مردم هم مردمانی هستن حامی ما. تفسیر شما میشته؟ طبیعیه که حکومت اسلامی همیشه ادعا کرده، ادعا میکنه در آینده هم بر همین منوال خواهد بود که مردم مسلمان هستن، ما هم نمایندگان این دین هستیم که بر حکومت هستیم و مردم به ما اعتقاد دارن. یعنی این تبلیغات 35 ساله اخیر این حکومت اسلامی است. از جمهوری اسلامی توقع دیگه هم نمیشه داشت. اما من همینجا در پیوند با سخنان آقای دوشوکی این مسئله رو مطرح کنم که مردم متوهمن. واقعیت اینه که مردم از نگاه من کوچکترین توهمی به این حکومت اسلامی ندارن و حتی به اسلام به آن صورتی که آخوندها مدعی هستن نیستن. آن کسانی نسبت به حکومت توهم دارن که قشر روشنفکری جامعه ایران رو می‌سازن، چه به صورت مستقل چه در تشکیلات سیاسی، تشکیلات های سیاسی، احزاب سیاسی، سازمان های سیاسی. احزاب سیاسی، تشکل های سیاسی اسم و آدرس دارن و مشخص هستن کیا هستن کیا نیستن. افراد مستقلی هم که در حوزه سیاست کنش میکنند، آنها هم مشخص هستن کیا هستن کیا نیستن. مردم هم مشخص هستن. خوشبختانه ما یک تجربه تاریخی سال 88 رو در پیش داریم که مردم ماها اومدن توی خیابون، مرگ بر ولایت فقیه گفتن، مرگ بر جمهوری اسلامی گفتن، مرگ بر دیکتاتوری گفتن. یعنی شعارهای سلبیشون مشخص هست که چی هست و چی نیست. یعنی مردم کوچکترین توهمی نه نسبت به فریب و نیرنگ آخوندها دارن و نه حتی به اصلاح طلبانی مانند آقای موسوی، کروبی و دیگرانی که اون موقع در رأس این جنبش قرار بگیرن که نگرفتن. اما روشنفکران ما بله توهم بسیار دارن. گفتم مردم اومدن در بخش شعارهای سلبیشون این مسائل رو مطرح کردن، در بخش شعارهای ایجابیشون، اثباتیشون، یعنی به آن چیزی رو که میخواستند هم در شعارها مطرح کردن، مطالباتش خودشون با مردم با دیگران در میان گذاشتن و اون هم خلاصه بکنن هیچی به غیر از این دو شعار اساسی نیست، نه غزه نه لبنان جان هم ولی آقای اسدیان اینا همه مردم بودن و آیا بخشی از همین مردم باز نرفتن به آقای روحانی رأی دادن؟ ندادن؟ ادامه چرا دادن؟ یک شعارها این بود، یه بخش دیگرش هم همون شعار معروف جمهوری ایرانیه که اونجوری که شما در پیشگفتارتون بهش اشاره کردین، یک نوع از فرهنگ ایرانی رو به عنوان آلترناتیو در برابر فرهنگ اسلامی مطرح کرده. یعنی این نیست. اما مردم از پیشاهنگان اجتماعی و سیاسیشون چنان ضربه‌ای خوردن در سال 88 که به این سادگی دنبال کسی دیگه نخواهند افتاد. یعنی از محالات اصلاح طلبان اگه حسابی باز کردن که دوباره مردم اینا بتونن به طرف خودشون بکشونن بیارن توی خیابون، یعنی توی فعل و انفعالات سیاسی که مربوط میشه به نوع حاکمیت ایران، فعلا این خواب و خیالی بیش نیست. اما در مقطعهای انقلاب شما میبینید هم جناح اصولگرا، هم جناح اصلاح طلب و هم اصلاح طلبان خارج از حکومت، یعنی نیروهای زکولار به اصطلاح، تمام جامعه ایرانی رو بسیج میکنن، این امید رو بهشون میدن که به هر حال بین بد از بدتر ما بیاییم بدر رو انتخاب کنیم. آقای اسدی عزیز میخوام حرفتون رو من قطع میکنم. ببینید این نوع دموکراسی که من بین بد و بدتر چه هست و اینا، امیدوارم یه روزی بهش بپردازیم. پرسش من این است که روی میز مذاکرات هست، فرض بفرمید، فرض بفرمید ما کسی از سازمان ملل یا آقای جانکری روزی به آقای ظریف بر پس پرده میادون چون این مردم حقوق بشر رو رعایت کنید، این کار کنید، اون کار کنید، چرا نمی کنید، پیش شرط های ما مثلا فرض کنید برای رابطه هرچی، آقای ظریف یا هر کس دیگه اگه در من گفت آقا مردم پشت سر حکومت ایستاد. ببینید در هر جای دنیا
5% 10% قیمت نفت بره بالا، کمان که در زمان پیش از انقلاب قیمت اتوبوس دور یا رفت بالا، مردم زدن اتوبوس ها رو در داغون کرد یا هرچی. الان 40% قیمت رفت نون رفته بالا، هیچ چیزی نیست، هیچ خبری هم نیست، چون مردم پشت سر حکومت ایستادن، میدونن ما داریم با استکبار جهانی میجنگیم، فلان میکنیم، به همون حمایت دارن میکنن. شما چه جوابی دارید بدید؟ جواب من، پاسخ من این هستش که شما میبینین کوچکترین اتفاقی در هر کجای دنیا در این جهان بیفته، تأثیر و انعکاس و بازتابش رو در حکومت ها هم میشه دید. عقب نشینی میکنن، قیمت ها رو میارن پایین، دستمزدها رو میارن بالا. این مربوط میشه به یک جامعه عرفی، به یک جامعه سکولار، به یک جامعه‌ای که به حد اقل های مناسبات میان انسان ها، مناسبات حکومت و انسان ها پایبنده. شما در حکومت اسلامی هرگاه ببین، ما اعتصاب کارگران شرکت واحد رو داشتیم، یک روز نشد 1700 نفر 1800 نفر اینا رو دستگیر کردن، شکنجه کردن. یعنی مردم ایران حتی وقتی که میان واسه عزاداری به یک خواننده میمیره، میان بدرقش بکنن واسه به درود آخر، میبینید که نیروهای انتظامی وارد میدون میشن، میزنن، از بین میبرن، کشتار میکنن. اینها تجربه مردم ایرانه. یعنی اگر ما یک مناسب حداقلی از مناسبات دموکراتیک رو توی ایران بتونیم تصور بکنیم، اگر بتونیم تصور بکنیم، واکنش مردم ایران هم از گونه دیگه ای خواهد بود. واکنش مردم ایران هم درست مثل جهان متمدن به یک سان خواهد بود و حکومت ها رو به عقب میشینن. واقعیت اینه که حکومت جمهوری اسلامی از اونجایی که خودشو نماینده الله در روی زمین میدونه، آقای خمینی اعلام کرد اگر اون موقع 30 میلیون جمعیت بود، 30 میلیون بگن نه، من میگم آره. یعنی اینها هم چون نماینده الله، نه نماینده مردم، بارها هم اعلام کردن. بنابراین در برابر این مردم هم با تمام امکاناتی که در اختیار دارن خواهند ایستاد و امکانات اینها کم نیست. این پاسخ من خواهد بود. یعنی بله، یعنی به نوع خودشون نماینده خداوند میدونن، مدعی هستن. بله، شما از نگاه اسلامی که نگاه کنین، بله هستن، چرا نیستن؟ اینها فقها نماینده، یعنی کسانی هستن که میتونن اسلامو میشناسن، میتونن این اسلامو منتقل کنن به مردم، مردم مرجع تقلید دارن، اینها امور مذهبی مردمو باید. بله، ولی این یه بحث دیگه است، چون بسیاری از روحانیون در مسلمان در جای دیگه نمیگن ما نمایندگان خداوند هستیم بلافاصله، میگن ما فقیه هستیم، ما شارعان دین هستیم، یا چه نمایندگی خداوند معنای دیگه ای داره. 12 امامی آقای چالنگی خودشونو نمایندگان امام زمان میدونن که در غیبت میکنن بسر، به هر حال حالا کسی که اصلا وجود خارجی نداشته، اما این باورهای مذهبی اینو و امام زمان هم نماینده پیغمبره، پیغمبر هم نماینده خداست، به چند واسطه اینها نمایندگان الله روی زمین هستن. این باورهای مذهبی ایناست، اینا رو چه شوخی گرفت یا نمیشه لاپوشی کرد، و بر اساس این باورها اینها سیاست هاشون رو تنظیم میکنن. یعنی وقتی که اینها میگن ولی فقیه نماینده مردم نیست بلکه نماینده الله در روی زمین هست، یعنی پاسخگویی به مردم هم از ایشان نمیشه خواست و هیچ کس هم از این. شما در قوانین جمهوری اسلامی هم میبینید هیچ نهادی نیست که بتونه ولی فقیه رو به پاسخگویی وابدار. بسیار. آیا اصلا این همه حرف در همین هست، ولایت فقیه آیا یک نهادی است که تمام ساختار روحانیت اسلامی با اون موافق هست یا نیست؟ این مورد بحث هست که بسیاری حتی در خود ایران هم بسیاری از روحانیون غیر دولتی با نهاد ولایت فقیه مخالف بودن و اون رو یک نهاد به اصطلاح ابداع تازه دونستن، یک بدعت حتی در دین تا این اندازه هم حتی پیش رفتن، از آقای گلزاده غفوری گرفته تا پیش از اون آیت الله شریعت مداری نیز اشاره کرد. روحانیت اهل سنت که داستان دیگه ایست که مخالفت با ولایت فقیه و حتی مکلایی یعنی غیر روحانی مثل آقای آقاجری باری اشاره کرده بود که ما در اسلام به این معنی مرجعیت نداریم، آنچه که
در جمهوری اسلامی ابداع شده که میدونیم چه اتفاقاتی افتاد. به هر حال این بحث رو امیدوارم روزی بتونیم بشکافیم به طور کامل. اما یک نکته رو که در همین زمینه اتفاقا آقای دوشوکی عزیز اشاره کردن، من دیدم آقای عطالله مهاجرانی از مسئولان پیشین در حکومت فقیه در ایران، آقای عطالله مهاجرانی ایشون در اومدن و درباره عرض کنم فرهنگ شیعه صحبت کردن که دو عنصر رو در خودش داره، یکی عدالت ورزی، عدالت خواهی، و دوم عرض کنم خدمت تو اندیشه ورزی است. با توجه به اون چی که ایشون گفته و البته خود ایشون به هر حال وزیر بودن در حکومت ایران پس از انقلاب سالها، در زمانهایی که اندیشه ورزان نویسندگان هم به قتل رسیدن و در زمانهایی که باز اعدامها در سراسر کشور ادامه داشت، همچنان که امروز هم میبینیم، این یک بحث دیگه است. اما پرسش من اشراف داره، مشرف است بر این موضوع که اگر این رو بپذیریم، یعنی عدالت ورزی، عدالت خواهی و اندیشه ورزی، خب با همین دو معیار این حکومت رو چطور ارزیابی میکنه؟ حکومتی که عدالت خواهیش که میبینید روزانه، عدالت اقتصادیش که میلیاردها دزدی ها و چپاول، حتی بند آقای رفسنجانی که برحال آقای مهاجرانی زمانی وزیرش بود، و یا اندیشه ورزی هم که میبینیم الان بر سر اهل اندیشه از 23 بهمن ما تا به امروز چه آمد، از سعیدی سیرجانی گرفته تا برسیم به امروز که حتی شاعرانی که شعر گفتن برای یک خواننده در خارج از کشور به دادگاه هزار شده. تفسیر شما رو میشنویم آقای. من متاسفانه مقاله آقای دکتر مهاجرانی رو نخوندم، در نتیجه واقعا نمیدونم ایشون چی نوشتن، ولی هفته پیش خود من دو مقاله نوشتم در رابطه با دو مقوله مختلف، یکی از طرف آقای ادیب، خب یک شخصیت ادیب برومند، دبیر جبهه ملی ایران در داخل کشور، و همچنین آقای بهنود که خب یکی از شخصیت‌های شناخته شده هست، و من برای هر سه اینا، هم آقای بهنود، هم آقای ادیب برومند و هم آقای دکتر مهاجرانی، احترام قائلم. مثلا دکتر مهاجرانی به عنوان مثال خب وزیر بود، و بقیده من خب من در خیلی از موارد خب با ایشون و الان توضیح خواهم داد در مورد این مقوله های عدالت ورزی و اندیشه ورزی و غیره، ولی ایشون شخصیتی بودن در داخل نظام به همراه به عنوان مثال عبدالله نوری، میتونستن جزء برادران قاچاقچی بشن، میتونستن تریاردر بشن، ولی این کارو نکردن. حداقل در همون رابطه بین بد و بدتر، در اون خط تقسیم بین مردم و حکومت، طرف مردم رو گرفتن و ناچار شدن که فرار کنند یا هجرت کنند، هرچی اسمشو بذاریم به تبعید، و آقای نوری هم، عبدالله نوری هم رفتن زندان. در نتیجه از این گونه شخصیت ها که واقعا از همون جایگاه خودشون از حق حقوق مردم دفاع میکنن، باید احترام گذاشت. اما در مورد یک بحث، من فقط اجازه بفرمایید آقای دوشوکی، من یه توضیح در پرانتز بدم اینجا. من آقای مهاجرانی خوب امیدوارم یه روزی در برنامه باشن و مسئله مطرح بشه و ایشون هم یک طرف بحث باشن. حرف من شخص ایشون نیست یا کسان دیگه که در برنامه نیستن، و همیشه روال من این بوده که کسانی که در برنامه نیستن راجع به کارشون، شخصشون، خودشون صحبت نداریم. حرف من سخن ایشون هست و وضعیت حکومت کنونی. این حکومت کنونی رو اساسا میشه چه نوع حکومتی دونست؟ حتی با همین تعریف آقای مهاجرانی، آیا یک حکومت عدالت خواست، اندیشه ورزه؟ بفرم. 36 سال سابقه، 36 سال تجربه ثابت کرده که حکومت اسلامی و حکومت نوع شیعه که در ایران هست، و وقتی من میگم نوع شیعه، خدای نکرده بینندگان و مخاطبین هرگز این تصور رو نکنن که منظور من اینه که حکومت شیعه شکست خورده و عدالت خواه نیست. اگر نوع سنیش رو داشته باشیم بهتره، نخیر، نوع سنیش هم طالبانی بود در افغانستان، یا الان حکومت اسلامی سنی
تحت خلافت البغدادی در سوریه و عراق هست که صد برابر از جمهوری اسلامی هم بدتره. در نتیجه برگردیم به بحث حکومت دینی و شیعه و سنی نداره، چون این یکی از اون یکی هم بدتره. 36 سال تجربه ثابت کرده که این حکومت، یعنی حکومت دینی، نمیتونه، چه نوع شیعه است چه نوع سنیش، نمیتونه عدالت خواه باشه در عمل. نه، بسیاری از مسلمانان از جمله خود من معتقدم که اسلام میتونه دین عدالت باشه، بله، ولی وقتی حکومت دینی تحت قیومیت علما و به اصطلاح فقها در هر کجا برقرار بشه، چه میخواد در عراق و سوریه توسط البغدادی باشه یا توسط ملا عمر در افغانستان یا توسط فقها در ایران، اینها تجربه های بسیار تلخ و شکست خورده ای هستند. و من وقتی شروع کردم صحبت همون با کمال احترام به جناب آقای ماجرانی، واقعا اعتقاد دارم، اما من تعجب میکنم از این شخصیت ها که چگونه میتونن بعد از 36 سال بیان بگن که حکومت شیعه یا حکومت دینی میتونه عدالت خواه باشه. اجازه بدید من یک، چون اینقدر این مسائل در ماهیت خودشون در حد یک شوخی تلخ هست، با توجه به تجربه ای که ما داریم، اجازه بدید یک شوخی رو هم به شما بگم، و اون اینی که در گذشته یکی از این جراح ها رفت اتاق عمل، خب بیمارا همه بیرون اتاق عمل منتظر بودن این بیمارشون که رفته و جانش در خطر زنده بیرون میاد، نه، بالاخره بعد از عمل آقای دکتر جراح میاد بیرون، خانواده بیمار میپرسن آی دکتر چطور شد؟ دکترم بادی به قبقب میندازه، میگه که عمل جراحی من با موفقیت کامل انجام شد، اما متاسفانه بیمار شما مرد. خب واقعیت اینه که شیعه دین عدالت خواست، اندیشه ورزی و غیره، اما متاسفانه بیمارای ما در ایران مردن، نان 40% گران شد. این همه فجایعی که اگه من میخوام اینجا بشینم و بگم، اینها تجربه های تلخی است که جمهوری اسلامی به بار آورده. در نتیجه در عرصه عمل ما نمیتونیم ادعا کنیم که حکومت دینی میتونه، و من تاکید نمی کنم که حتما شیعهش، گفتم به سنیاش هم مثال آوردم، فرقی نمیکنه، میتونه در عمل عدالت خواه باشه. به همین دلیل من اصولا شخصا معتقدم که هر کجا مسئله دینی هست، چه در افغانستان چه در پاکستان چه در عراق، این مورد سوء استفاده، در عمل مورد سوء استفاده قرار گرفته، و اونهایی که به نام دین این کار رو کردن، هم مردم رو سرکوب کردن، هم مافیا درست کردن و هم دزدی های کلانی رو کردن. در همین انگلیس، در همین امروز هم من تو روزنامه ها خوندم که به عنوان مثال یک مدرسه دینی که اسمش هم بود، من فکر کنم اسمش بود مدرسه الهجره اسلامیک اسکول، یعنی که مدرسه بود که به هر حال اینا یه مقداری پول گرفته بودن از دولت برای این مدرسه، از دولت انگلیس که پول مالیات دهنده ها، ولی اون پول رو حدود 1 میلیون پوند، یعنی بیش از 1.5 میلیون پوند رو دزدیده بودن و فرستاده بودن به پاکستان. در عراق هم در اخبار بود که اینها حقوق می گرفتن برای 50,000 نفر سرباز که اصلا وجود نداشت. خب همه این کشورها ما متاسفانه می بینیم که به نام دین، به نام اسلام، اینها بدترین ظلم و ستم رو بر مردم می کنن و از نظر فساد و رانتخاری و غیره هم وحشتناک هست. در نتیجه من نمی دونم این صحبت هایی که هنوز هم میشه، مثل اون جراح که میاد بیرون میگه که خب اگرچه بیمار شما مرد، اما عمل جراحی ما و اون به اصطلاح تخصص جراح ما اصلا حرف نداره. خب اینو من نمیدونم چطور میشه با همدیگه آشتی داد. به همین دلیل خب در هفته پیش هم این دو مقاله، من میدونم شما نمیخواید اشاره کنید، ولی چون اشاره شده بود حداقل از طرف جبهه ملی که اصولا ایرانیت، تابع ایرانیت باید تشیع باشه، شیعه باشه، یا اینکه روشنفکر باید شیعه باشه، همین حرفا رو درست، شما اگه برید در کشورهای مثل افغانستان یا مثل سوریه یا عراق، اونا هم همین حرفا رو میگن باید سنی باشه، فرقی نمیکنه. به همین دلیل من معتقدم که مردمی که تجربه کردن این حرف رو باید از تجربه های خودشون درس بگیرن. و نکته آخرم این که من میپردازم به اون بحث اولیه خودم، و اون اینه که در عمل مردم ایران هنوز هم اون توهم رو دارن. منظور من این نیست
که اکثر مردم طرفدار نظام هستند، اکثر مردم مخالف این نظام هستند، اما در عمل هنوز هم متوهمند و این امید رو دارند که بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنند. تا این گزینه درون نظام از ذهن مردم خارج نشه، مردم از این اسارت ذهنی و از این اسارت عینی از دست جمهوری اسلامی رهایی پیدا نخواهند کرد. البته به آقای دوشوکی عزیز چون اشاره کردم، من باید توضیح بدم خدمتتون، گفتم میدونن که من نمیخوام مطرح بشه، چون این اشارهم کردم، من قبلا این شیوه من بوده همیشه در تفسیر خبر، کسانی که اسمی نامی ازشون برده میشه مایل هستم خود اونها باشن در برنامه پاسخگو باشن. ما در اینجا اگر اشاره کردم به آقای مهاجرانی، به حرف ایشون و ملاکی برای نگاه کردن به این حکومت بود. ضمن این توضیح من بدم که آقای دوشوکی عزیز حرف آقای مهاجرانی نیست که نگفته که این حکومت عدالت خواه و اندیشه ورزه، دست کم در این مطلبی که نوشتن گفته که فرهنگ شیعه چون این هست، به طور عام اشاره کرده. آقای دوشوکی اشاره کردن به من فقط یه نکته رو اشاره کنم. روزی که شیعه به دنیا اومد، یعنی شیعه در ایران توسط شاه اسماعیل صفوی بیش از 400 سال پیش به دنیا اومد، از همون به دنیا اومدنش عدالت خواه نبود، با زور سرنیزه. شما اگه تاریخ رو نگاه کنید ببینید چقدر اینها کشتن، در سراسر ایران کشتن، فقط دستشون به اون دور و اطراف ایران، یعنی از خراسان بگیر دور اطراف تا بری بلوچستان تا سواحل خلیج فارس تا کردستان و آذربایجان غربی، دستشون به اونجاها نرسید. اینها سنی موندن، بقیه رو هر کسی میخواست سنی بمونه از بین بردن و کشتن. خب این مذهبی که از دل خون و خشونت و توسط سلسله صفوی به وجود اومده چطور میتونه در ماهیت و ذات خودش عدالت خواه باشه؟ من بازم باید تأکید بکنم در نهایت که منظور من مقایسه شیعه و سنی نیست، یا وگرنه آقای البغدادی در عراق یا طالبان خب تحت نام اسلام سنی صد برابر بدتر از اینا هم کردن. در نتیجه حکومت دینی فرق نمیکنه، شیعه و سنی این تجربه تلخ رو برای بشریت بخصوص در منطقه خاورمیانه ما داریم، و امیدوارم که اگه چند دقیقه وقت داشته باشیم به اینم بپردازیم که چرا تمام دنیا از دیکتاتوری ها عبور کردن، از خاور دور گرفته تا آفریقا تا آمریکای لاتین تا اروپا شرقی، ولی در خاورمیانه ما هنوزم درگیر دین هستیم و این دین و سوء استفاده از دین باعث شده. من زدم الان وقت ما بسیار، البته این رو باز میگم، یه صحبتایی هست وقت بسیاری میطلبه، از جمله تاریخ مذاهب، که تمام مذاهب ادیان مختلف همه تاریخ به اصطلاح دوران کشت و کشتار بسیاری دارن، مسیحیت همینطور و بقیه بیشتر مذاهب در طول تاریخ چنین هست، و پیش از اسلام هم در ایران ما داریم که به اصطلاح مغان چه کردن در مواردی. و به هر حال این نظر که نه مبتنی بر واقعیت هم هست که دین، به نام دین در طول تاریخ بشریت بیشترین جنگ ها و بیشترین خونریزی ها شد، به طور کلی تمام ادیانی که وجود داره. من از انیس منصور، فیلسوف، نویسنده، متفکر مصری، این اشاره میارم در مجلسی که خود من بودم بارها اینو گفت ما در خاورمیانه افتخار میکنیم که تمام پیامبران از این منطقه آمدن، این باعث افتخار نیست، چون باعث بقیه مردم جهان نیست، بندگان خدا هستن، میپذیریم همه بر اساس تفکر دینی. بنابراین پرسش اینه که چرا خداوند یک پیامبر اون سوی کره زمین نفرستاد؟ لابد از دیدگاه خداوند به گفته ایشون بقیه بشر نیاز نداشتن و گمراهان همه در همین منطقه خاورمیانه بودند، و این بود که همش پیامبر به اینجا فرستاد، و این باعث افتخار نیست، و سرانجام هم دید ثمری نداره و عرض کنم متوقف کرد به گفته انیس منصور و حرفی که ایشون زد. به هر حال امیدواریم این بحثای مفصلی است و وقت بسیار میطلبه. با شما عزیزان خواهیم بود، با موضوعات روز ادامه خواهیم داد تا لحظاتی دیگر. آقای اسدیان عزیز، یک
خبرها متاسفانه خبرهای خوشحال کننده چندانی نیست. یکی این که 124 نفر با قرص برنج در 6 ماه گذشته از بین رفتن در ایران. شما ببینین این دولت که این خانم فاطمه دانشور گفته مسئول رفاه مردم هست، 35 سال خبرها همینه. هوای آلوده، برنج آلوده، داروی آلوده، همه اینها یک مسئله سیاسی بکنن. واقعا چه کسی مسئوله؟ طبق آماری که خودشون دادن الان حدود 60% از جوانان این مملکت که اکثریت جامعه ایران رو تشکیل میده در معرض خطر اعتیاد قرار گرفتن و از هر 3 نفر 1 نفر معتاد. حد متوسط سن معتادین بسیار پایین اومده. این یک طرف داستانه. از یک مسئله دیگه هم شما در نظر بگیرین که این ابعاد اعتیاد رو بشه بیشتر درک کرد. طبق آماری که اینا دادن حدود 22-23 میلیون ما شاغل داریم توی ایران، یعنی کار مزدی، دست مزدی میکنن، که 50 میلیون جمعیت ایران رو اینا باید تأمین میکنن. یعنی دولت اومده خط فقر رو در تهران حدود 1 میلیون 200 هزار تومان تعیین کرده، در صورتی که حد متوسط دستمزدها بین 350 تا 400 هزار تومان نیست. یعنی اکثریت مطلق شاغلین بیکار هم 4 میلیون تا 5 میلیون هم بیکار وجود داره، در خط فقر زندگی میکنن، بلکه در فقر مطلق دارن به سر میبرن. نتیجهش چی خواهد شد؟ نتیجهش این شد که شما برای تأمین زندگی روزمره 1000 کار باید بکنید. یعنی تن به فحشا خواهید داد، تن به جنایت خواهید داد، تن به دزدی خواهید داد و واسه فرار از این واقعیت‌های تلخ یک پناهگاه هم بیشتر نیست. اگر قدیم مذهب به عنوان یک پناهگاه بود که ذهن رو تخدیر میکرد، آرامشی به شما میداد، امروز خود اون مذهب شده قاتل اصلی جان و همه چیزتون. بنابراین تنها راهی که میمونه، همه تفریحات دیگر هم از این مردم گرفتن، مخصوصا از جوانان، به جرم آبپاشی میگیرن، تا کهریزک هم میرن. اعتیاد تنها راه فرار از این واقعیت‌های تلخ و سخته. 60% بسیار زیاده. از سوی دیگه وقتی که واسه جمهوری اسلامی هم بد نیست، قاچاق مواد مخدر دست سپاه پاسداران، میلیاردها سود از این میبره و با مردم معتاد هم انقلابی آنچنان که اینها تصور میکنن صورت نخواهد گرفت. چه کار باید کرد؟ به نظر من مردم تکلیفشون روشنه. مردم همیشه چشمشون به نخبگان اجتماعی بوده، چشمشون به روشن فکران این مملکت. من باز هم تکرار میکنم، تنها راهی که ما داریم واسه نجات مردم، یعنی جامعه روشن فکر ایران، باید یک گفتمان دینی رو از زبانش بیرون کنه. یعنی مسائل سیاسی رو مثل امروز آقای مهاجرانی مطرح کردیم یا دیگران یا آقای برومند، این زبان دینی رو از گفتمان سیاسی، از گفتمان اجتماعی، از گفتمان فرهنگی باید بیرون انداخت. به صورت سخن دیگر آقای سالنگ، تنها راه اینه که جامعه روشن فکری ایران توهم ژرف خودش را نسبت به اسلام و مخصوصا به شیعه باید از دست بده، تا این جامعه بتونه نجات پیدا کنه، تا بتونه حرکت بکنه، تا بتونه پویایی خودش دوباره باز بیابه. این مردم با همین فشارهایی که روشون بود، ما سال 88 شاهد بودیم اومدن تو خیابون، اما رهبران سازمانهای سیاسی کوچکترین وقعی به مطالبات این مردم ندادن. مردم دلشون به چی دیگر خوش باشه؟ ما از خودمون باید شروع کنیم، جامعه روشنفکری باید از خودش شروع کنه و در مرحله اول نخستین گام این خواهد بود که ما گفتمان مذهبی رو از گفتمان سیاسی، از گفتمان اجتماعی، از گفتمان فرهنگی رادیکال جدا کنیم و تو این بازی ها هم نیفتیم. بله آقای دوشوکی عزیز، ببینید این قرص برنج رو که ظاهرا برای ضد عفونی و یا آفت غلات به کار میبرن، ظاهرا مثل به عنوان مواد مخدر در ایران استفاده میکنن، به این شکل هست. و میزان اعتیاد، یعنی گفتم که روز به روز در حال افزایش هست در شهرهایی مثل کاشمر. سن مصرف مواد مخدر رسیده به 11 سال.
پیشتر هم اشاره کردیم که در این مرکز برای نوزادان معتاد خانم فاطمه دانشور اعلام کرده ترک ساخت مرکز ترک اعتیاد نوزادان در تهران. یک برآوردی سازمان ملل متحد منتشر کرده بود که مقدار مواد مخدری تریاک که در ایران مصرف میشه و ترانزیت ایران رد میشه سر از چندین تن در روز در میاد، آنچه که مصرف میشه و آنچه که رد میشه. این هم کاری یه روز دو روز یه هفته یه ماه یه سال دو سال نیست، سال هاست. چون این مواد مخدری، چون این حجمی از مواد مخدر، آیا بدون یک حمایت یک نیروی قدرتمند که دستی پایی در دولت و حکومت داره آیا امکان پذیره؟ آیا یک باند قاچاقچی میتونه روزانه مثلا چند تن مواد مخدر، تریاک و چیزهای دیگه رو از ایران ترانزیت از افغانستان رد کنه به اون ور و در داخل مصرف کنه؟ یک باند قاچاقچی هر چقدر قوی بدون حمایت قدرتمندی از جاهای مختلف. آقای دوشوکی، واقعیت اینه که این مواد رو روزانه از مرز ایران، چه از طریق خراسان چه از طریق استان سیستان و بلوچستان برسونند مثلا به مرز ترکیه، خب بعد از استانهای مختلف باید رد شن و بخش وسیعی از این برای مصرف داخلی است. نمید سوال شما اینه که آیا واقعا بدون کمک نیروها و برادران در داخل ایران امکان این هست که این کار صورت بگیره؟ نخیر. جمهوری اسلامی یک معتاد بدبخت رو، یک خرده فروش رو میگیره و اعدام میکنه. خود چطور شد در عرض این 35 سال مقدار این مواد از افغانستان به ایران و از طریق ایران به ترکیه و کشورهای دیگه افزایش پیدا کرده؟ واقعیت اینه که بدون اینکه بپردازم به جزئیات اون یا برم وارد ذکر مصیبت بشم، اینه که امکان نداره جمهوری اسلامی نهادهاش، سازمانهاش، سپاه یا گروه های دیگه در این کار دست نداشته باشن. واقعیت اینه که همون گونه که من در ابتدای سخنم گفتم، اینها هر چیز که سودی برای خودشون داشته باشه، ضررشون برای مردم و بچه های مردم مهم نیست، هر چیز که سودی برای خودشون داشته باشه این کار رو میکنن. کما اینکه جناب علی اشاره فرمودید در مورد ولایت فقیه، خب بسیاری مخالف بودن. آقای ناصر مکارم شیرازی شدیدترین مخالفت رو در ابتدای کار با ولایت فقیه داشتن، اما بعد ایشون رو متقاعد کردن با کارخانجات شکری که در کرج بهش دادن و ایشون الان موافقه. منظورم اینه که برای اینها اصول، اون چیزهایی که برخلاف علل ظاهر میگن، مهم نیست. مهم اینه که جیبشون پر بشه و اعتیاد هم نه تنها جیب اینا رو پر میکنه، بلکه بخش وسیعی از جوانان رو از اون رده مبارزه یا فعالیت خارج میکنه و اونها رو تبدیل میکنه به انسانهای منفعلی که جز اعتیاد چیز دیگری در سر نمیپرورانند. آقای دکتر، الان آمار مشخصی هست واقعا قابل اعتماد که میزان اعتیاد در ایران چقدر هست، چه تعدادی هستن؟ خود مقامات جمهوری اسلامی فکر کنم حدود یک ماه پیش گفته بودند که 1,300,000 معتاد دارن، معتاد رسمی، یعنی اینا کسایی هستند که رسمی هستند. ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی آمارهای عجیب و غریب میده. دیروز من خوندم که جمهوری اسلامی، وزارت بهداشت گفته بود که حدود فکر کنم 50,000 یا 100,000 ایرانی نمیدانند که ایدز دارن مثلا. خب اگه اون طرف خودش نمیدونه که ایدز داره، شما از کجا میدونید که طرف میدونه ایدز داره؟ خیلی عذر میخوام، اینا باید برن از نظر علمی نه هیچ راه دیگه اجزار علمی نداره. اینو او تنها راهش اینه که شما از یک جامعه، از یک سمپل مثلا 10,000 نفر رو به صورت رندومایز، یعنی به صورت اتفاقی حادثه ای اینا رو بگیرید، ببرید به زور ازشون خون بگیرید، بعد ببینید چند درصد از اینها که خودشون اصلا نمیدونستن، نیومده بودن برای این کار، اینها ایدز دارن. بعد از طریق اون میتونید نتیجه گیری کنید که از این 10,000 که ما گرفتیم مثلا 50% شون یا این مقدار
منظور اینه که جمهوری اسلامی هر کسی بلند میشه یه حرفی رو میزنه، یه تخمین رو میزنه، احساس میکنن که اینا هم مثلا حدیثه که از امام هشتم بیان کردن، یعنی آمار فلبداهه میدن دیگه. بله بله متاسفانه. آقای چلنگی پس آمار دقیق نیست. آقای شما صحبتی دارید بفهمید. اگر اجازه بدین کوتاه بگم، ببینین شما میدونین که جمهوری اسلامی مسئله تحقیقات میدانی، پژوهش‌های میدانی رو در زمین‌های مختلف ممنوع اعلام کرده، یعنی اجازه نمیده. من اینم که گفتم 60% این آمار مال 5 سال پیشه که خودشون گفتن، روشنه که این آمار خیلی رفته بالاتر از 5 سال پیش. اما من یک گزارشی رو به اطلاعاتون برسونم، بوده 2 سال و نیم پیش این نیروهای آمریکایی در افغانستان یک پژوهشی رو انجام دادن در مورد کشت خشخاش در افغانستان. بعد اینا متوجه شدن که کشت خشخاش در افغانستان بالا رفته، اما همزمان مصرفش در افغانستان کمتر. بعد توی این تحقیقات رسیدن که میدونین که 80% اوپیون جهان رو از افغانستان تامین میشه، یعنی بزرگترین تولید کننده تریاک جهانه. بعد اما آن چیزی که واسه ما مهمه و مردم باید بدونن که 90% از زمین‌هایی که کشت خشخاش در اونجا انجام میگیره در افغانستان در اختیار سپاه پاسداران، یعنی سپاه پاسداران الان خودش به یکی از بزرگترین کارتل‌های قاچاق مواد مخدر جهان تبدیل شده. اینو بر اساس یک من اینو میتونم سندش هم دارم، میتونم بعدا واسهتون با ایمیل بفرستم که اونا اومدن، یعنی نتیجه بسیار دهشتناکی از این گرفتن که چه رابطه‌ای داره این کم مصرف شدن تریاک در افغانستان و زیاد شدن کشت خشخاش در این مملکت، که به این با آمار دقیق اینا دادن. من متاسفانه بعد میتونی حالا در جای دیگه ما باز مجددا به این آمار برگردیم، اما آنچه که قطعی هست حتما منتظر گزارش شما میمونیم، اینی که حجم مواد مخدری که از افغانستان به ایران و سپس به جای دیگه از طریق ایران میگذره این بالای میلیارد دلار هست. وقتی به ایران میرسه به چند برابر میرسه. این گزارش سازمان ملل هست که منتشر کرده بود در دهه 90، اواخر دهه 90 به این مبلغ بود، الان قطعا بیشتر و بیشتر هست. و یک همچین چند میلیارد دلاری بر اساس همین گزارش و تصمیمات بود که قرار بود دیواری بکشن، سازمان ملل چه کمکایی به حکومت ایران کرد اما اتفاقی نیفتاد. و یک همچین حجم مواد مخدر چند میلیارد دلاری رو بدون دست داشتن قدرت های یا یک قدرت دولتی حکومتی نمیشه در یک جغرافیایی برای مدت طولانی ادامه داد. این گزارش سازمان ملل متحد بود که به صراحت نام نبرده بود از کشور یا دولتی، اما آشکارا معلوم بود متوجه انگشت اتهام در این گزارش متوجه حکومت ایران هست. اما همین حکومت آقای دوشوکی عزیز میبینیم هنوز ماجرای اسید پاشی تموم نشده، هر دم از این باغ بسیجیان و پاسدار گلی میرسد، با چاقو به زنان حمله کردن. یکی از بسیجیان که به گفته آقای نقدی رئیس بسیجیان که مدعی شده به ایشون هم وحی میشه به نحوی، چون گفته خداوند این وظیفه نهی از منکر رو به ما محول کردن شخصا، و گفته این بسیجی ها ملائکه انسان نما هستن، یکی از این ملائکه انسان نما رفته با چاقو شروع کرده زنان دختران جهرم رو برای اینکه دوتا رو موش بیرون بوده به زدن و از بین زخمی کردن. تفسیر شما رو میشنویم، واقعا چه کسی مسئول نظم هست؟ دولت، آقای روحانی، فقیه، بسیج، سپاه پاسداران، نایان از منکر، هیئت‌های عزاداری مسلم ابن عقیل در نارمگ یا جهرم، کی مسئوله امنیت مردم؟ خب در این موضوع چند تا نکته هست که میتونیم به اونها بپردازیم. اول اینکه اصولا وقتی میبینیم
به رئیس بیمارستانی در تهران اسید پاشیده میشه، بلافاصله در عرض 24 ساعت مجرمین دستگیر میشن که واقعا مسئله شخصی بوده، من قبول دارم، یا در جهرم، ولی مثلا در اصفهان وقتی برای ارعاب مردم و بخصوص زنان اسید پاشی میشه، هنوز هیچکی نمیدونه این اسید پاشا کی هستن. در نتیجه جمهوری اسلامی شما اگه دقت کنید میبینید که در بسیاری از موارد وقتی جرم به اصطلاح بر علیه حکومت صورت بگیره، حالا میخواد یک مقاله نویسی باشه، میخواد سخنرانی باشه یا هر کاری باشه یا فعالیت سیاسی باشه، بلافاصله اون خاطی شناسایی میشه توسط سربازان گمنام امام زمان و دستگیر میشن. اما وقتی جرم بر علیه مردم باشه، یعنی میخواد مواد بفروشن، بچه های مردم رو معتاد کنن یا بر روی بچه های مردم اسید پاشی بکنن، این معلوم نیست کار کیه و مقامات دنبالش. این یک. دوم، اصولا این مقوله اسید پاشی چه در دایره مبارزه با منکرات یا امر معروف و غیره، این بخشی از اون فلسفه والحکم بالرعب هست، یعنی با رعب و وحشت بین مردم حکومت کنیم، و این کار رو جمهوری اسلامی از همون روز اول کرده که اگر یک دولتی اومد مثل دولت آقای روحانی و بخواد به پلیس بگه که زیاد در امور شخصی مردم دخالت نکنید، خب نیروهای دیگری هستن از نهادهای مختلف که میتونن به صورت بسیار شدیدتر، یعنی اسید پاشی، این کار رو بکنن که مردم و به خصوص زنان جرأت پیدا نکنن اونگونه بیان. در صورتی که واقعیت اینه، در این نظام جمهوری اسلامی ما میتونیم اینجا بشینیم ساعتها، کما این که 35 سال نشستیم و ذکر مصیبت کردیم. این حکومت میخواد با به هر طریقی، حالا اگه لازم باشه وقتی مردم قیام بکنن به طریق کهریزکی، اگه مردم بخوان از اون خط حکومت یک ذره خارج بشن، از طریق اسید پاشی یا اعدام در ملأ عام مردم رو سرکوب کنه، و این بخشی از اون به اصطلاح اندیشه ورزی حکومت فقها هست که در ایران همیشه برقرار بوده، و تا زمانی که این حکومت هست متاسفانه این کارها ادامه پیدا کرد. و نکته آخری اینه که منم با آقای اسدیان موافقم، اصولا این گفتمان که بر روی یک زن باید اسید پاشید یا اونو باید به اصطلاح ارشاد کرد، این یک گفتمان مذهبی است از طریق از طرف مذهبیون که در داخل اجتماع و در بخصوص در سیاست دخول پیدا کرده، و این باید کاملا از همدیگه تفکیک بشن، یا وگرنه در تا زمانی که این بحث ما قبول کنیم که اصولا مذهب در سیاست به این صورت که در ایران یا حکومت اسلامی الشام در جریان هست وجود داره، ما همچنان گرفتار خواهیم بود. باید گفت مذهب یک امر شخصی است و بین شخص و خدای خودش هست، و نباید در کار حکومت و حتی سیاست به معنی دولت دخالت کنه. تا زمانی که ما به این مقوله نرسیدیم و مردم این توهم رو دارن، و من برمیگردم به نقطه اولی که مردم متوهم هستن، معناش این نیست که متوهم جمهوری اسلامی هستن یا طرفدار، بلکه متوهم هستن که میشه در چارچوب گفتمان همین حکومت مذهبی بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کرد که بقیه من نمیشه. سپاسگزار هستیم آقای دکتر عبدالستار دوشوکی، با سپاس از شما. و سپاسگزار هستیم آقای فریاد اسدیان گرامی در آلمان، و با امید به اینکه این بحث رو درباره اخبار روز رو با امیدی بیشتر به اینکه اخبار مثبت و خوشحال کننده ای داشته باشیم، نه مثل این اخباری که نوزادان و معتاد و بقیه خبرهایی که شنیدید، در برنامه‌های آینده نیست. با ما باشید و با اخباری بهتر. من هم از شما سپاسگزارم آقای چلنگی. حتما. با سپاسی دوباره به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، کوهساران تفتان، زاگرس، آسماری، دلهو، دراک و تابشان، بر فلات ایران زمین روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.